فخری نیکزاد هستیم. ایشون همونجور که خیلی از بینندگان عزیز میدونن از سال 1347 با صدای دلنشینشون در رادیو و تلویزیون ما در خدمتشون بودیم از سالهای سال. از ایشون میخوام که یک تبریک عید رو خدمت بینندگان عزیز بگن و یه سوالی که داشتم از حضورشون این بود که اولین بار خانم نیکزاد چطور شد که این صدای شما رو کی کشف کرد و چجور شد که وارد رادیو و تلویزیون شدیم؟ والا شاید براتون خیلی خنده‌دار باشه، من صدامو خودم کشف کردم به این طریق که دو تا تلفن بود، با یک تلفن شماره تلفن دیگری رو گرفتم، یکی گوشی رو گذاشتم در گوشم و تو میکروفون دیگری صحبت کردم. خودم صدای خودم رو شنیدم و احساس کردم که صدام به درد رادیو و تلویزیون میخوره. بنابراین از اون زمان تصمیم گرفتم که اقدام بکنم برای یا رادیو و یا تلویزیون، هر کدوم که بشه، که من در همون زمان در همون سال 46 تقریبا تقاضایی برای رادیو دادم، همزمان برای تلویزیون. در این حال که در اون سال تازه یک چند ماهی بود، یک 6 ماهی بود که در دوبلاژ کار میکردم. وقتی که تقاضای رادیو رو دادم قبول شدم. آقای روحانی امتحان گرفتن از من گوششون صدا کنه در هر جا که هستن و به من گفتن که فرض هفته دیگه بیا. وقتی که آمدم تلویزیون یه تستی از من گرفته بود که یه چند تا شعر خونده بودم، چند نفر بودیم که ازمون تست گرفتن. من منتظر جواب تلویزیون بودم که مردد بودم چه بکنم، منتظر تلویزیون بشم یا به رادیو برم. مردد بودم که چه کنم. نوروز بود، پای تلویزیون نشسته بودم و داشتم تلویزیون نگاه میکردم، ناگهان دیدم برنامه آزمایشی رو که از من برداشته بودن دارن پخش میکنن برای نوروز. اینقدر برنامه آزمایشی خوب شده بود که برای نوروز پخشش کردن. تلیوز میخوام، چه سنی شما بودین؟ دارین سوالای سخت میکنین. من اون موقع تقریبا 26 سالم بود. وقتی که صدامو از تلویزیون شنیدم بلافاصله به من زنگ زدن، گفتن که فلان روز بیا برای اون که صحبت بکنیم. من به رادیو تلفن کردم که متاسفم نمیتونم بیام، چون اون زمان رادیو و تلویزیون با هم کار نمیکردن، جدا بودن از هم. کسی که در تلویزیون بود نمیتونست در رادیو باشه و بالعکس. در نتیجه من رفتم به تلویزیون و از رادیو معذرت خواستم که نمیتونم برم. دیگه تلویزیون کارم ادامه پیدا کرد، برنامه‌ام رو با برنامه شهر آفتاب شروع کردم که معرفی کتاب بود و بعد طرح برنامه هفت شهر عشق ریخته شد در تلویزیون و سالها ادامه داشت و باعث شهرت من در واقع برنامه هفت شهر عشق بود، تا اینکه تلویزیون و رادیو با هم دیگه ادغام شدن و تهیه کننده های رادیو به طرف من هجوم آوردن و همه میخواستن برنامه براشون اجرا بکنن، که تقریبا این اواخر قبل از انقلاب در حدود هفته ای 10-15 تا برنامه در رادیو داشتم. در نتیجه انقلاب شد و دیگه همه چی تموم شد. بله. خب خانم فخری نیکزاد، ما نزدیک ایام عید هستیم، اگر برای بیننده عزیز ما پیغام یا یک شعر کوتاه اگر حضورتون هست بگیم، ما خیلی خوشحال میشیم که با صدای قشنگ شما بشنویم. من چشم، حتما تبریک میگم خدمت بینندگان عزیز، ولی متاسفم که من رو غافلگیر کردید. هیچی در ذهنم ندارم که به درد نوروز بخوره. من از صمیم قلب به تمام بینندگان عزیز تپش در هر کجای دنیا که هستن سال نو رو تبریک میگم. از فراز اقیانوس ها واقعا براتون آرزوی نوروز خوبی دارم و امیدوارم سال پربرکت و
خوبی در پیش داشته باشید و به اون چه که در ذهنتونه و آرزوشو دارین و داریم هممون دسترسی پیدا بکنیم. خیلی متشکرم. دنیا سپاسگزار از لطف و محبت شما. مرسی، ممنون.